سلام ادب و احترام خدمت همه شما دوستان عزیز و شنوندگان و بینندگان محترم شبکه سهند و شبکه ورزش. فرصت برای بازیکن تراکتور، یه ارسال، یه موقعیت، یه ضربه که از کنار دروازه توپ به بیرون میره. خود نادری یه ارسال رو انجام میده، فرصت برای تراکتور میتونه ایجاد بشه، یه پاسکاری خوب، یه شوت و گل و گل توی دروازه، گل اول دومیسلاب اشتراکال. و این هم خوشحالی هوادارانی که سرما رو به جون خریدن تا از نزدیک بازی رو ببینن در ورزشگاه یادگار ما. و نتیجه 1-0 شد. دروازه‌بان جوان آلومینیوم نتونست دروازه رو بسته نگه داره در برابر تراکتور. چه شوتی، چه ضربه‌ای. توپ به بیرون رفت. ترابی پرتاب رو انجام میده. امیرحسین حسین‌زاده یه نفر رو دریبل میکنه، فرصت هست، یه پاس عالی، دوباره موقعیت برای تراکتور و گل دوم. و گل دوم مهدی هاشم نژاد، گل دوم تراکتور دو. خیلی ها شاید الان سر کار هم باشن و دارن صدا و تصویر ما رو میبینن، شاید مشابه حسینی خودش باور نمیکرد که به این زودی ها تیمش دو گل رو بخوره. هاشم نژاد و ضربه قشنگی که به دور از دستان محمد خلیفه زد. امیرحسین حسین‌زاده که دو پاس گل رو در این مسابقه میندازه. دروازه قبلی هم در آسیا دو گل رو به ثمر رسونده بود. بدون شک ستاره این روزهای تراکتور در کنار پاکو خمه، سرمربی سابق تراکتور و مشابه حسینی، با 4 امتیاز به پایان رسید. برای تراکتور یه فرصت، یه شوت دیگه با خلیفه که توپ رو برگردون باید پرتاب رو انجام بده. یه پرتاب بلند به محوطه جریمه، ریکاردو آلوز ضربه سر رو میزنه. حالا فرصت برای ضد حمله. امیرحسین حسین‌زاده، دو نفر هستن و یه تکل. و ببینیم کارت داور به این صحنه و به این اتفاق چه خواهد بود. و اعتراض بازیکنان تراکتور و بازیکنان آلومینیوم. پاس برای دانیال اسماعیلی فر، دوباره عقب‌تر برای مهدی ترابی، یه پاس دیگه، یه موقعیت، یه حرکت، یه شوت و باز هم خلیفه. ببینیم مستقیم میزنه یا ارسال. یه ارسال، یه ضربه سر و بیرانوند که به راحتی توپ رو گرفت. فرصت برای تیم تراکتور. اشتراک کالوا توپ و فاصله از کنار دروازه، یه پاس در عرض. دانیال اسماعیلی فر کوتاه کار میکنه. ترابی خودش یه شوت از راه دور. اونجا هستن، یه لحظه فرصت، تک به تک شد. دوباره موقعیت، هر طور که هست توپ را به بیرون فرستاد بهروز نوروزی فرد. ببینید صحنه رو، امیرحسین حسین‌زاده حداقل حالا وی آر نداریم در این مسابقه، هدست چرا ندارن و ارتباط با همدیگه فکر کنم نمیتونن برقرار کنن داورا. خود نادری حرکت رو انجام میده اما در بین راه ارتباط قطع شد. امیرحسین حسین‌زاده، ریکاردو آلوز، دوباره خود حسین‌زاده، حرکت در از شوتی که میزنه با محمد خلیفه توپ رو گرفت. ترابی نتونست بازیکن پیش رو دریبل بکنه اما هر طور که از توپ رسید به نادری، فرصت برای تراکتور میتونست ایجاد بشه ولی توپ نرسید به هاشم نژاد. پاس برای حسین‌زاده، حالا اشتراکالی و توپ میگه از بالای دروازه به بیرون میره که به راحتی توپ رو گرفت و سریع هم بازی رو آغاز میکنه. فرصت برای ضد حمله تراکتوری ها. ترابی با گام های بلند، یه پاس، یه فرصت برای تراکتور، دوباره برای ترابی، 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 ضربه ای که میزنه با توپ از بالای دروازه به بیرون میره. پاراکارات کاری که تصاویرش در فضای مجازی قطعا همه به یاد دارن. یه لحظه فرصت برای تیم آلومینیوم، یه فرصت، یه ضربه ای که زده میشه و دانیال اسماعیلی فر اجازه نمیده و بعد اون یه ضربه محکم و قیچی برگردون که بیرانوند توپ رو گرفت.
رضا جبیره، ببینید صحنه رو. دوباره حرکت دیگه، بازیکان آلومینیوم هرچه اومدن که حمله بکنن اصلا به سمت دروازه نرسیدن و حالا یه شوت از راه دور و بیرانوند. دومین عکس العمل در این مسابقه. این صحنه قبلی بود که گل حسن علیرضا بیرانوند با دست مخالف هم توپ رو به بیرون فرستاد. یه سال بلند، فرصت برای تراکتور میتونه ایجاد بشه. اشتراکالی، یه پاس در عرض، ریکاردو آلوز، موقعیت، قنبری و خلیفه بازهام دروازه رو نجات داد. سوت پایان این مسابقه توسط داور مسابقه آقای فرهاد امینی به صدا در میاد و تراکتور 2-0 موفق میشه آلومینیوم اراک رو در تبریز شکست بده.